مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا پیش بینی می‌کند شدت طوفان دریایی دوریان که هنگام رسیدن به ایالت جنوبی فلوریدا به بالاترین حد خود برسد. فرماندار فلوریدا پیشاپیش در سراسر این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرده است. گزارش اشیده رضایی. طوفان دریایی دوریان امروز در نزدیکی آبهای ساحلی شمال غربی باهاماس در اقیانوس اطلس شکل گرفت و به فاصله کوتاهی سرعت بادهای آن به 180 کیلومتر در ساعت رسید. پیش بینی می شود این طوفان ویرانگر دریایی طی دو روز آینده به فلوریدا برسد. همه فلوریدایی ها باید با دقت تحولات دوریان را تحت نظر بگیرند و آمادگی لازم برای مقابله با آن را داشته باشند. گفته می شود دوریان احتمالاً قوی ترین و مخرب ترین طوفان دریایی فلوریدا پس از اندرو در سال 1992 است. فرماندار دسانتیس برای 2500 نفر از نیروهای گارد ملی حکم آماده باش داده است و پرزیدنت ترامپ نیز قول داده که دولت همه اقدامات لازم برای کنترل وضعیت را انجام دهد. ما همه به شدت و با جدیت برای مقابله با طوفان دوریان کار می‌کنیم. دوریان خوشبختانه آسیبی به پورتوریکو نرساند و اگرچه شدت آن در ادامه مسیرش چندان خطرناک نبود، اما به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به یک هیولای واقعی است. ما آماده ایم و بهترین امکانات و کارآزموده‌ترین افراد را در اختیار داریم. مردم فلوریدا هم هشدار را جدی گرفته و برای تهیه آذوقه و مایحتاج ضروری خصوصا تامین آب آشامیدنی به فروشگاه ها هجوم آورده‌اند. صف‌ها طولانی است و قفسه ها یکی پس از دیگری خالی می شوند. پمپ بنزین ها هم صف‌های طولانی دارند و ذخیره سوختشان رو به اتمام است. علاوه بر مردم عادی، ناسا، آژانس هوا و فضای آمریکا نیز در مرکز فضایی کندی اقدامات پیشگیرانه را آغاز و ادوات فنی را برای محافظت از طوفان جابجا می‌کند. در همین حال، مرکز ملی طوفان شناسی آمریکا که دوریان را با ماهواره‌ها رصد می‌کند، می‌گوید چشم‌انداز آتی طوفان دوریان چندان قابل پیش‌بینی نیست و از مردم می‌خواهد ضمن اینکه برای بدترین ویرانی‌ها آماده می‌شوند، به بهترین وضعیت امیدوار باشند. شیده رضایی، صدای آمریکا.